ساعت در روز به نظرتون باید تمرین بشه؟ کسی که میخواد تمرین داشته باشه، و یا اگر تمرینی نداشته باشه ممکنه که به فراموشی این هنر ارزشمند سپرده بشه، برای کسی که یک آرتیست هست، یک هنرمند خوشنویس هست. ما که الان دیگه روزی 7 ساعت 8 ساعت و 10 ساعت می‌نویسیم، ولی یک هنرمندی که بخواد تازه شروع کنه با روز 2 ساعت هم میتونه کار کنه. یک بزرگی میگه که پشت‌نویسی یکی از اساطیری گذشته، میگه من اگر یک روز تمرین نکنم خودم متوجه میشم که خطم یه افتی کرده، و اگر دو روز تمرین نکنم خانواده‌ام متوجه میشن که من خطم داره خراب میشه، و اگر سه روز تمرین نکنم جامعه متوجه میشه که حتما افت کرده. من اون خوشنویسی جزء هنری با دائم بنویسی، دائم کار کنی. شیرین ها نوشتن با زمانی که به درجات بالایی از خوشنویسی رسیدی اینقدر شیرین و جذابه که اصلا خستگی نداره. اینجوری نیست که ما مثل کار مثلا کار دیگه باشه که بگیم مثلا زمان داریم براش میگذرم خسته میشیم، نه، ما لذت میبریم از نوشتن و زمان برامون متوقف میشه. باور کنید بعضی وقتا من شروع کنم به نوشتن میرم مثلا نیمه شب شده، صبح شده، یا مثلا صبح زور شده، یه دفعه میرم مثلا از خونه زنگ میزنن نمیخوای جد خونه، زور ساعت 2 مثلا موقع نهار شما تعطیل میکنم جمع میکنم، و بعضی وقتا کار در نیمه میمونه و ما با در واقع جوری خماری میریم خونه، میگیم پس سر تموم بشه برگردیم ادامه بدیم کارو. قطعی جذاب و لذت بخش خواهد. بسیار عالی. چقدر میتونه آرامش داشته باشه یک آرتیست، یک هنرمند خوشنویس. فکر میکنم زمانی که قلم بر دست دارید و مینویسید به هیچ چیز دیگری فکر نمیکنید، درسته؟ واقعا همینجوره. ما یک داستانی هم براتون بگم که در واقع همینه، یعنی ما زمانی که مینویسید هیچی متوجه نمیشید، قطعی جذاب و لذت بخشه. میگن که خوشنویسی که استاد خطی توی یک روستایی میرفته بالای کوه خط می‌نوشته، و زمانی که داشته خط می‌نوشته اون بالا تمرین می‌کرد، چون معمولا خوشنویسا دنبال یک فضای آرامی هستن. بله. من خودم الان که فضایی در سبزوار فاصله داره از شهر 6 کیلومتر، فضای آرامی که نه صدای ماشین و بوق و سر صدای هیچی نیست اینجا، و در آرامش کار خوشنویسا معمولا دنبال این فضا هستن. میگن که این خوشنویس، این استاد خط بالای کوه داشته خط می‌نوشته، حالا زمان گذشته بوده، یه سری راهزن حمله میکنن به روستاشون، با این کوه آتیش میدن و میسوزونن و غارت میکنن، یه نفر فرار میکنه از این مالکه در جان سالم به در میاد، میره بالای کوه میبینه داره مینویسه، میگه آقا بلند شو چیکار داری میکنی؟ کشتن، بردن، غارت کردن، یه بنش کن نگاه کن چه نون قشنگی نوشتم. یعنی بازم تو حال خودش بودیم، اونا رو ولش کن، نون نگاه کن چه قشنگ شد. اینجوری واقعا اینقدر شیرین و لذت بخشه که از همه مشکلات فارغ میشه زمان نوشتن. و این توصیه میشه به همه که برن به سمت خوشنویسی، هرچند هنر بسیار مشکله ولی لذت بخش و آرام بخش. بسیار عالی. خب بدون هیچ تردیدی هیچ کاری آسان نیستش، ولی خب وقتی همچین دنیایی رو باهاش به هر حال برخورد میکنی، فکر میکنم که خود روز به زودی شروع کنه به نوشتن. خیلی متشکرم از توضیحاتی که دادید.